واقعا خسته نباشی، عالی بود، عالی. بفهمی بفهمی بفهمی، شما که اصلا نبودی آقا، صدا دیدم بلند میشه دیگه، بریم دیگه، قربون تو برم. شما کجا بودی خانم؟ اصلا ندیدم تو. ای برای چی پول بارم؟ پاره کرد خانم اولنگی. خوبی جناب سعدی؟ چرا نمیری مراسم بعدی؟ پولو چرا پاره کردی؟ کس میکنم ازت. خودتون آقا پذیرایی هم که شدی با حلوا دو رنگ. خب بفرمایید برید دیگه. چه حلوایی واقعا عالی بود. این رسپیشو به من بگیم واقعا ممنون میشم ازتون. رسپی چیو بگم؟ اون که کار خودتو بود که. کار ما؟ بله دیگه، مؤسس ما درست کردیم. بله خیلی خوب بود واقعا، دممون گرم. بریم میخواییم بریم خانم اولنگی. متاسفانه منتظریم حساب کتابمون تکمیل بشه، با خیال راحت بریم دیگه، مزاحم شما نشیم دیگه. کدوم حساب کتاب؟ شما که هزار ماشاءالله همه رو پیش گرفتی که. چی نگرفتی؟ نه بگو، نظر مثبتتو اعلام بکن، بگو. میگم الان خدمتتون خانم، همه اون پولی که شما به بنده دادین هزینه این بندگان خدا شده، رفته، تموم شده خانم. شما فکر من سیاهی لشکر برمیدارم برای شما میارم؟ نه، اینا همه هنرورن خانم، همشون کار بلدن. نه از این هنرورا که میرن توی مسابقات میشنن دست میزنن جیغ میزنن، نه بازیگرن هر کدوم. بفهم یکیش این آقا عالی. شما سلام علیکم. چهره رو ببین خانم، همه چی بهش میخوره. ایشون مختار بازی کرده، کم نیست. ایشون؟ بله مختار بازی کرده. بله من حداقل خودم صد بار مختار رو دیدم. به چطور من ندیدم ایشونو؟ میدونستم الان اینو میگین شما. ایشون بازیاش زیر پوستیه، بعد پوستش هم کلفته، بازیش نشون داده نشده. آره؟ خودت بگو دیگه. بازی کردم خانم. بله. اونجا که مختار میگه سپاهیان به پیش، یکی از اون سپاهیان من بودم که به پیش میرفت. همون دیگه، پس پیش رفته، من نتونستم ببینمش. این بوده دقیقا، مشکل همینجا بود. ولی عجیبه. چی؟ من هر طور نگاه میکنم میبینم به وجنات ایشون میاد که بیشتر جزء سپاه عبیدالله ابن زیاد باشن تا سپاه مختار. مرگ من نگاه کنی شما ببینم. ببین تمام رخ نیم رخ. ماشاءالله به دید هنریتون، ماشاءالله به ذکاوتتون. بقیهشو بگو. آفرین، درسته، من جزء سپاهیان ابن زیاد بودم. دیدی؟ صبح آفیش میشونم برای سپاه مختار، بعد تو لباس عوض میکردم سپاه ابن زیاد. خانم ایشون دو قرار داده بوده، باورتو میشه؟ اوه چه باد در پرچمی بودی شما. خسته نباشی. بفرمایید. به سلامت. بفرمایید. برو عزیزم، بهترین گلی. گل چیکار کنیم آقا؟ بعد پرداخت کنیم؟ قابل نداره واقعا. پرداخت کنیم دیگه. فقط فاکتور یادت نره ها، فاکتور به من بدی. ننویسی یه وقت بابت چه میدونم هنرور می‌نویسی بابت میکروفون، بابت آمپلیفایر هزار، حلوا دو رنگ. بله، پایه میکروفون، پایه میکروفون منم بخواه. همش خسته نباشی، شما خسته. جناب بابک زرفشانه. توب بر این مادیات، توب بر این مادیات. بابک. هنوز آب و کفن میتم خوش نشده، 50 میلیون پرید. آره ندارم، فدای یه تار موی کس خورده یه جمش. یادم را فراموش کردم معرفی بکنم. جناب سعدی یکی از بهترین اکوسیستم های ایران. خوشبختم. جناب سعدی برنامه بعدی دیر شد، بفرمایی. با عزتون بفرمایی. آوی جمشید منو کباب کرد، کباب. بابک زرفشانه، یه بابک زرفشانه میگفت، ده تو بابک زرفشانه بیم منو دهنش میرو. وای باورم نمیشه، رفته، منم دوستش داشتم. جمشیدم زغال شد، هیچ، رفت. این پدرم بود، منو گفت بابک منو جایی مثل مراسم ترحیم و اینا نبر، منو ببر یه جشن شادی خیریه، کمک کنه به نیازمندان. Thank you.
من خواستم یه چیزی بگم که الان بعدن میگم. ببخشید من. بگو دیگه، اومده که بگی، بگو. ببخشید، خواستم بگم که دارم باری مسئله اون شدنیه. چی شدنیه؟ همون به سر سامون گرفتن نگار خانم. بابک زرفشانه؟ ببخشید نگارم الان؟ آره آره راست. تو این شرایط؟ میخواستم یه یاده ولی کنم که ایشون هم سر سام. پس من مزاحمتون نمیشم. بفرمایید. برید بابا، برید. حلو چشم. تشریف ببرید. خدا نگهدار. خدا تشریف ببرید. اول از همه طبق برآورد من، انبار که اون شب آتیش گرفته خیلی هم پر نبوده قبل آتیش سوزی. دوم اینکه تو اون یه ماه چند بار اونجا آتیش گرفته، سریای قبلی رو سریع خاموش کرده. سومی که متوفا جمشید اولنگی شب آتیش سوزی از خونه رفته کارخونه، نگهبا میگه تنها بوده، ولی طبق تحقیقات من زمانی که ماشین جمشید میره توی انبار یکی دیگه هم از ماشین پیاده میشه. چرا پلیسیش میکنی محسن؟ مثلا تو مأمور بیمه ای، کار تو تشخیص برآورد خسارت، همین. هی چرت و پرت با هم چرا میبافی؟ آقا این پرونده خیلی مشکوکه. ببین ما مأمور بیمه ایم. بله. متوجه چی بهت میگم؟ بله. یعنی کارمون تشخیص خسارته. بله. پلیس که نیستیم که. نه. جهت اطلاعات بگم. ببین من خودم آمار بیمه های ثبت شده جمشید اولنگی رو درآوردم. بله. خاطر نشان کنم خدمتت، یه هفته پیشم بیمه جدید ثبت کرده جمشید اولنگی. بله میدونم. فقط نمیدونم کجا گذاشتمش. بیمه نامه. جیبی تو چیکار میکنه؟ من پرونده رو بررسی میکردم. یه مورد دیگه هم هست که باید ببینیشون. این چیه؟ همزمان با خودشون یه کتاب خطی هم بیمه کردم. آقا من یه فرضیه دارم بابت این پرونده. بسه محسن، بسه، برو بیرون. دیگه هم نبینم مدارکات تو پرونده در بیاری یا؟ چشم، فقط من قبل رفتن اینو بگم. من فکر میکنم که آتیش سوزی کارخونه و مرگ جمشید اولنگی فقط واسه به دست آوردن این کتاب خطیه بوده که تازه بیمه کردم. نظریاتتو میشنیدم. بله. همین دیگه. بله. یه نیازی نیست بیشتر از کمک کنی. همین. باشا. با اجازت. محسن. بله. جریان اون عکسه چی بود؟ کدوم عکسو؟ گفتی تو گوشی داری یا تو لپتاپ درآوردی؟ نه اصلا اونجوری که شما فکر میکنی نیست. در رابطه همین پرونده است که حالا بعدا بهتون نشون بدم حرف میزنم. بفهمید. من با اجازهتون دارم میرم دفتر این وکیل هولنگی واسه پاره ای از تحقیقات. تحقیقات. با اجازه. جانم، خانمو در خدمتم. میگم کازم جان، این خدا بیامرز این همه عکس تکی داره، بعد شما برشین اون عکس رو گوشین اونجا؟ بله جانم. بله، نه حقیقتش اینه که همون جان جمشید خدا بیامرز عاشق عکس تکی بودش. با اجازه بفرمایید. کجا عزیزم من؟ کجا؟ قربونت برم من. بله جانم. ببین این گله چیه؟ آه، این گلو من برای روز آشتی کنون با این جمشید خدا بیامرز گرفتم بیارم. بچه ها اینجا ولش کردم، به امان خدا خراب میشه، بذارم یه جای امن. گل گرون شده خانم. باز رفت. بابا جان من دارم با شما صحبت میکنم، کاره دارم. عذرخواهی میکنم، در خدمت. بشین عزیزم. چشم. من میخواستم سر خاک یه چیزی رو بهت بگم. احسنت. من تا دیدم جاش مناسب نیست. احسنت. دیدم اینجا باید بهت بگم. در خدمتم، بفرم. به قول بزرگی که میگه در این درگه که گه گه شه که 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 شود ناگه به خود قراره مشو، هرگز که از فردا نی آگه. نی آگه. آفرین. همین. همین با اجازه. آره بشین عزیز. شما فهمیدی همین شد. بله. آز بلند شد. عذرخواهی میکنم. ببین شما که این جمشید رو میشناسی؟ بله. گوش میکنی؟ بله، خدا بیامرزتش، میشناختمش. آدم
خاصی بود. بله بله. تا چیزی که میخواست به دست نمیورد ولکن نبود. احسن که اون یک بچه لجباز هر چی رو میخواست همینطور میرفت جلو. میرفت جلو. بله. تا بهش برسه. بله. یه روز اومد به من گفتش که آقا اون کتابی که مال برادر خدا بیامرزت هست، اون کتاب قدیمیه رو چند روز به من بده، میخوام برم به چند نفر نشون بدم. کتاب خطی حاج احمد خدا بیامرز. داد نزن کازم جان. چرا داری داد میزنی؟ من دارم با شما آروم صحبت میکنم. بله بفرمایید. بفرمایید. آره گفت به من بده، من میخوام برم به چند نفر نشون بدم. برد که بعد اون اتفاق افتاد. عجب عجب. البته اگر کارخونه باشه خیالتون راحت باشه، جاش امنه. یعنی الان اونجایی که آتیش گرفته خونه منه؟ نه درست میفرمایید، کارخونه است. شما کظم قیز بفرمایید، من در اولین فرصت که برم کارخونه یه نگاهی میندازم، یحتمل یا توی گاو صندوق یا دفترش میارم براتون. پس خیالم راحت باشه. راحت راحت. با اجازه. خیر بشین عزیزم. باز بلند شو. بسخایی میکنم. ببین عزیزم، این مهشید خانومو، ناهید خانوم، اون که تو شناسنامه‌شه ناهید، مهشید خانوم هواشو داشته باشین، اون خیلی به هم ریخته است، حالش زیاد روبران نیست. هواشو داشته باشین، رعایتشو بکنین. آره چشم چشم. فقط من یه سوال خدمت دارم، شما بزرگ مایید، ذهنتون پویاست، من این گلو کجا بذارم امن باشه؟ تو گلخونه. احسن. آره ببخشید، این دفتر آقای زرفشان کجاست؟ طبقه دهم. دارم میرم خرید. ماست، پنیر، شیر، کره، تخم مرغ، چیزی میخوای برات بخرم؟ نه، خیلی ممنونم. بفرمایید. شما بفرمایید که من بفرمایم. من میفرمایم، شما هم بفرمایید. چشم. واو، من نمیستم شما ملاق مندین به عوازی. من خود رو هم نمیدونم. موازه باشید، موازه باشید، خواهش بکنم. الان فهمیدم. ایزه بدیم اینو بردارم خطرناک. خیلی ممنون، باشه. فقط به نظرم کفشتون مناسب نیست. ببینید، بله. پاشنه یک کفش رو دقت کنید. 2.37، 2.38 نهایت. حتی این 2.36ه که من برای رو تردمیل استفاده نمی کنم. پاشون بله. مناسب باشه، بله. خیلی لذت بخشه. بله، من حالا از قبل برنامه ای نداشتم، یه اویی شد. ادامه بدیم. چشم. یکم گرم بشم، یکم خون جریان پیدا کنه، خودم میام پایین. ادامه بدین، لذت ببرین، من از دور تماشاتون میکنم. خیلی ممنون. جناب برهانی. برهانی. وای ببخشید یه لحظه قاطی کردم. جناب برهانی عزیز. برهانی عزیز. وای خالی از ذهن میشم. جناب آقای برهانی عزیز. بله. تردمیل یکی از بزرگترین ساختهای بشره. بله. حالا شاید چگونگی به وجود اومدن این دستگاه برای جالب باشه. خیلی قصه بی‌نظیر جذابی داره. میدونی که تردمیل اختراع آقای ایرلندیه به نام آدلف هارتل.
هارتل اگر تلفظ انگلیسی ایرلندیش اشتباه نکنم. خیلی جالبه ببین چه جوری به وجود میاد. یه روز آدلف تو خونش رو کاناپه دراز کشیده بوده، داشته برنامه مورد علاقه‌اش رو میدیده که خانمش از آشپزخونه صداش میزنه آدی گو تو لابی، یعنی بیا کمک من. آدی مجبور میشه تلویزیون خاموش میکنه، ولش میره تو آشپزخونه. خب حال آشپزخونه خیلی به هم ریخته بوده، میاد کمک کنه، یه روغنی هم ریخته بوده، یهو آدلف تعادلش از دست میده، میاد کابینتو میگیره نیفته، نگاه میکنه اینجوری میینه چی کالری داره مصرف میکنه. یه لحظه چرخه میزنه به ذهنش، میگه این چه کاریه؟ برای چی باشگاه؟ برای چی خطر؟ برای چی پول؟ برای چی خرج کردن الکی من همینجا کالری مصرف میکنم؟ خلاصه اینا ادامه میده، آشپزخونه میشه باشگاه آدلف، تا اینکه بالاخره با خانمش یک مشکلاتی پیدا میکنه، سر ارث بوده، میراث بوده، علاش بوده که اصلا مورد بحث ما نیست. بله. به طلاق و طلاق کشی میکشه کارشون. خانم آدلف رو پرت میکنه بیرون. تو خونم به نامش بود، آدلف کاری نمیتونه بکنه، میاد بیرون. خدای سرمای زمستون چیکار کنم؟ چی میشه؟ آدلف گفت دلف ده گولف سلرف، ایلندی ها در مسئله دارن. چیکار کنم چیکار نکنم؟ یو بزرش میرسه که من چرا این دستگاه رو نسازم که کار همون روغن و کابینت رو میکنه؟ میره خونه مادر بزرگش. تردمیل که الان شده تردمیل علامت اختصاری تردلن میل ارتیفور، الان سرچ میکنم بهت میگم. بله. توی زیرزمین خونه مادر بزرگ آدلف درست میشه. حالا با چی؟ چی؟ با لوازم دست دوم، مثلا بدون استفاده مادر بزرگ، مثل ویلچر، چرخ خیاطی، دو چرخه پدر بزرگش، با اونا میسازه. با اونا شروع میکنه ساختن، البته به این شکل نبوده ها. بله. حالا جالبه من سرچ کنم اگه بالا بیاد. بله. شاگردان آدلف که اینو کاملش کردن. آقا شرمنده، ولی چرا اینقدر طول کشید؟ داداش اینجا تهرانه ها، ولی خیالت راحت پشت موتور این کاره نشستی. آخه قرار بود بریم شرق، اینجا الان جنوب غربی نیست؟ چرا، اون بر ترافیک بود، از این بر آوردمه، این بر راه دسترم. خیالت راحت باشه، خیالت راحت باشه. اصلا نوکرتم. اینجا سر همه شما سلام میدن. محل اونا. اصل آقا. جونه. همین الان هانیه خانم رفت بس که. دست درد نکنه که گفتی قربونت برم. هانیه؟ این هانیه خانمی که گفتن نامزدمه. نامزد که نه. تازه شیرینی خوردیم. شیرینی هم که نه. یعنی تازه صحبت کردیم. اصلا صحبت هم هنوز جدی جدی نشده. سلام هانیه خانم. حسن آقا من فکر کردم دزده. ببخشید دیگه قشنگ. حالا چیزیتون که نشد. من که نه، ولی این داداشمون. داداش شما سالمی؟ داداشتون؟ بله ببخشید آقا، مزاحم شما هم شدیم، عذرخواهی میکنم. آخه با کی صحبت میکنی؟ با این آقا دیگه. مسافر زده بودم، ولی مثل اینکه وسط را پیاده شده. دیگه کرایه هم نده. البته دفعه اول و آخرم نیست، یا حتما آخرم نیست. بخشی من باید برم، الان نماز شروع میشه. خواهش کنم. مردم میبینن بده. میگم هانیه خانم، میتونم یه چند دقیقه مزاحمتون بشم؟ آخه اینجا که نمیشه حسن آقا. بریم بگیم پدرتون با پدرم صحبت. آخه خب پدر شما که ما رو داخل آدم حساب نمیکنه. اختیار دارین حرفا چیه؟ اون داداشم شما رو داخل آدم حساب نمیکنه. بله. نه منظوری نداشتم. یعنی میخوام بگم که با پدرم صحبت کنین، احتمالاً رضایت بده. بله حل دیگه، حل هر خیالم راحت باشه. نه مشکل. مزاحمتون شدم؟ نه خیلی، شما بفرمایید. اگه مزاحم شدم بگم داداشم بیاد. نه نه حالا مشکلی نیست. نه شما بفرمایید، خودشون دست بزن دارن. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خواهش میکنم ببخشید. پس یعنی من به پدرم بگم که با پدرتون صحبت کنه، که یعنی من بیاد صحبت کنم. من آقا جونم با پدر شما که پدر شما، یعنی کلن میخوایم صحبت کنیم دیگه در مورد حل. خیالم راحت باشه. خدایا شکر. ایرلند شمالی، ماجرای آدلف، یه لیست 133 نفره از شاگردان آدلف باید ببینیم. جمعیت رو نگاه، پایه یه سر بریم خیلی دیدنیه. وای وای جون. جون خوبه؟ جون یا ژانویه؟ بریم یه سفر. جونم داره در خمی. دو ماه پیش فوت شده مادر بزرگش. حیف شد. من احساس میکنم شرایط شما خوب نیست، اگه اجازه بدین کاتش کنم، برای که کفشتون هم مناسب نیست. کفشم مناسب نبود. بله بله تشریف بیارین.
ببینید شما الان کفشتون مناسب نیست جناب. ببین کفش که مناسب نباشه به این پاشنه ضربه میخوره، بعد ضربه میده تو ساقها، میاد زیر کشکک، میده تو رانها، میاد تو لگن خاطره، میزنه اینجا. بله دیدم یه سری ها تو خیابون یه جوری را میرن، خیلی خنددار و مسخره هست. نه نه حالا جسارتا همه اونا مربوط به ترد میلو استفاده از این وسایل نیست. ببخشید به هر حال بعد موقع اومدم خدمت. نه خواهش داغ دارین، غم هلنگی آخرتون باشه. کباب شدم، سوختم سوختم، واقعا جگرم سوخت. هلنگی برای من فقط یه همکار نبود، برادر بود، رفیق بود، عشق بود، خانواده بود، اصلا یکی بودیم، یکی بودیم. تو تا بدن توی یه روح، چی بگم که خون کسی نمیفهمه. روحشون شاد. سپاس گزارم. مزاحم شدم. عزیزم این چه حرفیه میزنی جناب آقای بحرانی؟ برهانی. برهانی عزیز، بعد از هلنگی من الان تنهام، دنبال یه رفیق میگردم. بعد از همه اینا گذشته برای من مصاحبت با یک کارمند بیمه تحصیل کرده یه توانای کار کشته واقعا لذت بخشه. خیلی ممنونم. برای منم هم صحبتی با یک وکیل توانای کار کشته خیلی لذت بخشه. خیلی ممنون. به هر حال اومدم مجدد تسلیت عرض کنم و عرض کنم یه سری ابهاماتی تو این پرونده هست. ابهامات؟ تو کدوم پرونده؟ همین پرونده. پرونده آقای هلنگی؟ بله دیگه، پرونده آتش سوزی کارخونه. همین پرونده‌ای که من تنظیم کردم برایشون؟ آقای عزیز مگه چند تا پرونده بیمه در جریان داری؟ شوخی میکنی؟ مگه ما همسنیم که با هم شوخی کنیم؟ آخه واقعا تعجب میکنم شو. قیافتون یه جوری، چهرهتون انگار دارین شوخی میکنین واقعا. شاید قیافم شوخیه ولی من جدی گفتم. آقای عزیز برهانی، آقای برهانی، کلیه گزارش ها جامع، گویا و کاملا، مدارک بیمه‌ای هم که زمینه پرونده شده. من تعجب میکنم، من فکر کردم شما تشریف آوردین برای مراحل قانونی پایانی صدور چک. هلنگی بزرگ، بابک زرافشان، اصلا هلنگی شعارش بود، اینقدر حساس بود روی انجام قانونی امور. من تعجب میکنم، باور بفرمایید این اولین باره که من دارم مواجه میشم با یک کارمند محترم بیمه که رو پرونده که من تنظیم کردم دچار ابهامه. خدمتتون عرض میکنم پرونده اون قدام که شما میگین گویا و شفاف نیست. بسیار خوب، من به شما حق میدم، شما یه کارمند نمونه اید، به هر حال میتونید کنکاش کنید، ما چیزی برای پنهان کردن نداریم، دوربینا روشنه، پرونده ها بازه، هر سوالی داشته باشین، هر کنکاش رو داشته باشین، من در خدمتتون هستم. اما اجازه بدین قبل از همه این ماجراها من در خدمت شما باشم. خدمت شما چی هست؟ منوی کامل نوشیدنی های سرد و گرم کره زمین. از صفحه 1 تا 15 نوشیدنی های سرد و گرم آسیا. از 20 تا 40 مربوط به اروپا. ببخشین 15 تا 20 چی شد؟ ببینید 15 تا 20 خالی گذاشتیم چون آسیا پشت هم هی نوشیدنی هاشو عوض میکنه، اینا جدید میاد. از 40 تا 60 نوشیدنی های سرد و گرم اقیانوسیه. ما بقیه هم یه چند صفحه مربوط به کسایی که تون میخورند مثل بنگلادش، هند یا این تنخورا، و بقیهش هم که کره زمین هر جا، حتی نوشیدنی که اسمش هم نشنیدین. انتخاب بفرمید. آقای زرافشان، یه سری سوالات توی پرونده هست که تا برای من روشن نشه خسارت تایید نمیشه و این پرونده بسته نمیشه. روشن بشه. در ضمن من هین انجام وظیفه چیزی نمیخورم، حالا چه آسیایی، چه استرالیایی، چه اروپایی، چه آفریقایی، چه همین تون که گفتی. بفهم. 3 2 1 حرکت. خدا بیامرز من بود. بود. بگو دیگه. همه رو خسته کردی.
معذرت میخوام. نمیخوام بگی بابا تو چیزی بزن، بگی بابا تو چیزی بزن. بیا اینجا. راز خان.